جشواره فرهنگ بین المللی همنشین قرآن به همت تولیت مزار زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام فرزند امام چهارم ملقب به زید و شهید در استان بابل عراق افتتاح شد ششمین جشواره فرهنگی بین المللی حلیف القرآن همنشین قرآن با شعار تاثیر ساختار ایدولوژیک و معرفتی قیام زید و شهید در نظام اسلامی و محورهای آن و با نظارت تولیت زیارتگاه های شیعی عراق و با مشارکت آستان مقدس علوی، عباسی، حسینی، کازمین و عسکریین و با حضور شخصیت های دینی، حوزوی، رسانی و اجتماعی آغاز به کار کرد. مجموع رسانه امام حسین علیه السلام نیز برای دومین سال متوالی در جشنواره فرهنگی حضرت زید شهید علیه السلام شرکت کرده است معتز از زیدی نماینده این مجموعه در گفتگو با شیعه ویوز گفت هدف از این مشارکت تشویق و حمایت از برگزاری انواع ها و سمینارها در ملاقد مقدس به منظور نشر فرهنگ و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در جهان است سید علا مدنی تولیت مزار زید و شهید در مراسم افتتاحیه این جشنواره با اشاره به همزمانی آن با ماه محرم هدف از برگزاری این جشنواره را تبیین اشتراکات اعتقادی، فقهی، اخلاقی و سیاسی حرکت امام حسین علیه السلام و زید و شهید و ارائه پژوهش‌های دانشگاهی و حوزوی بر اساس ضوابط علمی با موضوع ساختار فکری و معرفتی قیام زید و شهید عنوان کرد. سید علا مدنی کرد این جشنواره قصد دارد آرا و نظرات حوزه علمیه و دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از قلم های و مذهبی به نتایجی مطلوب در راستای نشر معارف اسلامی و علمی در جهان برسد. گفتنی زید ابن علی ابن الحسین علیه و السلام فرزند امام سجاد علیه السلام و از شخصیت های ممتاز شیعه و جهان اسلام است. دانشمندان امامیه شخصیت زید را ستوده و ایشان را به علم و دانش، تحجد و تقوا، زهد و پرهیزکاری، شجاعت و ظلم ستیزی وصف کردند. زید شهید در سال 121 هجری قمری علیه هشام ابن عبد که قیام کرد و گروهی با او بیعت کردند و در جنگی که در شهر کوفه میان او و لشکریان هشام در گرفت به شهادت رسید. ایشان را به سبب کسرت اون با قرآن به نام حلیف القرآن به معنای همپیمان با قرآن نیز میشناسند.